سلام دوستای عزیز کانال بانی با سلیقه، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم با همدیگه دسر پاناکوتا درست کنیم. خیلی دسر راحتی هست، مخصوصا برای خانم هایی که با در آوردن ژله از قالب مشکل دارن، میتونن این دسر رو درست کنن. این دسرشون شیر و خامه داره، خیلی راحت از قالب جدا میشه. حالا چه موادی میخوایم؟ شیر 3 لیوان، شکر 1 لیوان، سرخالی خامه 1 لیوان، پودر ژلاتین 2 قاشق غذاخوری، پودر کاکائو 2 قاشق و شکلات 100 گرم. برای درست کردن این دسر اول 1 لیوان از شیرمون با پودر ژلاتین مخلوط میکنیم و روی بخار کتری به روش بونماری حل میکنیم. ژلاتین رو با شیر مخلوط میکنیم و میذاریم روی بخار تا حل بشه. میریم سراغ بقیه مواد تا این حل بشه. توی قابلمه بقیه شیر، شکر، پودر کاکائو و شکلات رنده شده رو میریزیم. این شکلات رنده شده دوستان هم میتونه شکلات شیرین باشه و هم میتونه شکلات تلخ باشه. اگه شکلات شیرین اضافه کردین یا هم شکلات معمولی، مقدار شکرتون رو کمتر کنین. من شکلات تلخ استفاده کردم خاطر اینکه خیلی مزه شیرینی رو دوست ندارم. این رو هم میزنیم تا شکر و شکلات ها حل بشه. مواد که حل شد، شیر و ژلاتین حل شده رو بهش اضافه میکنیم. یک مقدار هم میزنیم و زیرش رو خاموش میکنیم، اجازه میدیم سرد بشه. وقتی که سرد شد اینو از صافی رد کنیم بهتر هستش. دسر شما خیلی شفافتر و خیلی خوش رنگتر میشه. دوستان مایه رو از صافی رد کنین. خامه رو توی ظرفی می‌ریزیم و بعد از مواد شکلاتیمون اضافه می‌کنیم یک مقدار بهش. و همش می‌زنیم. خامه رو که حل کردیم میریزیم داخل مایمون. دسر رو میریزیم داخل قالب. قالب بهتر که پلاستیکی باشه، قالب های پلاستیکی خیلی خوب دسر برمیگرده. و میذاریم داخل یخچال. 5 الی 6 ساعت طول میکشه تا دسر ببنده. بعد از حدود 5 ساعت دسر ما گرفته خودش رو. کنارهاش اینجوری جدا میکنیم با دست یا با چاقو و برمیگردونیم. وقتی که از یخچال میذاریم بیرون، باید 10 دقیقه یه رو بیرون از یخچال بمونه و بعد برگردونیم که خیلی راحت برگرده. همینجوری مستقیم از یخچال بیاریم بیرون، بر نمیگرده اینجا. این هم از دسر پاناکوتا ما. امیدوارم که درست بکنین توی مهمونی ها و توی دور همیاتون یا برای بچه هاتون و نوشه جان بکنین. این دسر خیلی بافته، خیلی نرم و خوشمزه ای داره و خیلی هم سریع آماده میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و مورد پسندتون واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.